سه کلاهبردار حرفه‌ای که جلوی بانک‌ها حسابی از خجالت مراجعه کنندگان در می‌اومدند. من پولو از مغازه می‌آوردم بریزم به حساب. بله. اومدم پایین یه نفر اومد جلوم گفت طلا فروشی کجا می‌خوام طلا بفروشم. انگلیسی حرف زد، من متوجه نشدم که چی میگه. موضوع از این قراره که یکی به عنوان خارجی گردنبند طلا، البته قلابی، رو برای فروش ارائه می‌کرده. دومی هم ترجمه و بازارگرمی میکرد. سومی هم از راه میرسید میگفت من طلا سازم و این زنجیر ارزشش زیاده. اینا به من گفت که 12 تومن. از اون طرف هم یکی دیگه هم اومد گفتش که من طلا فروشم و این حرفا. شناختش اینا گفتش که آره با این 50-60 تومن پولشه. اومد در گوشم و یواشکی گفتش که تو ازش بخر، من 5 تومن سر بهت میدم، برش تانم بسه خودم، 5 تومن همونجا به سود میدم. آره همین حرف زد و دیگه ما هم اومدیم پولا رو دادیم به این بنده خدا. این رفت و پشتم و نگاه کردم دیدم شروعشون نیستم، من موندم و این طلا. کجای کار ایراد داشت؟ والله ایراد هستی خودمونیم دیگه. اولا که پولا رو گذاشتم تو جیبم، همه میدیدم پول دارم. بعد از اون اومدیم طمع کردیم. آره دیگه طمع کردیم، گفتیم بریم بفروشیم 20 تومن قیمتش. این پرونده تا حالا 10 تا شاکی داره. بوده 80-90 فقره ما به این صورت به صورت متقلبانه که طلاهای بدلی به مردم فروختن و پولای هنگفتی از مردم گرفتن ما داشتیم. شگردشونو گوش کنیم. انگلیسی اصلا بلد بودی؟ نه بلد نه. چی حاجی؟ حاجی کمپانی طلا. منم میومدم گفتم این طلاش طلا خیلی خوبیه ازش بخر. بانه طلا فروش طلا ساز. توصیه پلیس هم آویزه گوشمون کنیم. هر جا که احساس کردن قیمت یک کالایی یک جنسی پایین تر از حد عرف حتی روزانه هست، پشت قضیه یک موردی هست، گول نخورن که خدا نخواسته ضرری بکنه توی وضعیت. اگه کسی شاکی هست نسبت به این موضوع، چه غرب تهران چه شرق تهران، به کلانتری 150 تهران سر مراجعه کنه. داوود فتحی‌زاده، خبرگزاری صدا و سیمان.